عرض سلام و ادب. جلسه بعدی صوفیا رو به همراه وریای عزیز. ما تا الان، یعنی تو این چند جلسه گذشته، به اپیکوریان اشاره کردیم، به کلبیون اشاره کردیم و به شکاکون. این جلسه رو ما مستقیم میریم سر رواقیون و به اهمیت رواقیون باید اشاره بکنیم. خب چون ما میدونیم اینو، بعد از رواقیون آروم آروم حالا به فلوتین هم خواهیم رسید، به نو افلاطونیان، ولی بعد از اون ما میریم سراغ مسیحیت و بعد اسلام و حتی تا فلسفه مدرن هم که میرسیم، این تأثیر رواقیون خیلی عجیبه. با اینکه اونا تمام تمرکزشون در ابتدا روی اخلاق بوده، اما هم در معرفت شناسی، در واقع اپیستمولوژی، و هم به دلیل رابطه‌ای که با سیاست داشتن. یه جا من می‌دیدم توی خود تاریخ فلسفی برتراند راسل اونجا اشاره میکنه که دور و نزدیک اغلب فرمان روایان یونانی بعد از اسکندر به شکلی رواقی در واقع بودن. و این خیلی خب عجیب، از قدرت پرهیز نمی کردن خلاف کلبیون که اینها در واقع جهان رو رد میکردن، دنیا رو، در واقع زندگی دنیوی رو تحقیر میکردن و ردش میکردن. اینا در واقع یک راه حل دیگه ای برای درگیر شدن با دنیا در نظر گرفته بودن. راه حل ترک دنیا نبود، یه شکلی از وارستگی بود و فضیلت رو در مواجهه با دنیا میفهمیدن. اما خب یه سری از اصول در واقع اخلاقی داشتند و یکی از مهمترین اصول ها بیتفاوتی و وارستگی در واقع نسبت به دنیا است. ما در فلسفه جدید پیش پیش آماده بکنیم خودمون رو، خصوصا با هایدگر، با اون عنوان گلاسنهایت، در واقع وارستگی، که الان در فارسی مترجمش میکنیم، که بعد در فلسفه بازم میاد وارستگی از اشیا و از دل در واقع مسیحیت هم میاد وارستگی از جهان. این در رواقیان وجود داشته و حالا ما قراره به مارکوس مثلا آورلیوس که میرسیم امپراتور بوده. خیلی عجیبه در یک مکتب فلسفی ما برده داشتیم، وزیر داشتیم و امپراتور هم داشتیم. از کجا به نظر شروع بکنیم؟ من اصلا یه نگاهی به جهان یونانی دوباره بندازیم، یعنی اون جهان هلنیستیک. هلنیزم رو بعد از دوران حدودا 300 سال 400 سال قبل از میلاد تا حدودا 400 بعد از میلاد، یک دوره 700 ساله است بعد در نظرش گرفت. جهان یونانی به نظر من دوره طولانی است که آشوب های سیاسی اسکندر هست، جنگ ها وجود داره، میکس شدن و پیوستن این فرهنگ ها وجود داره، در هم ریختن باورهای مختلف، و همونطور که جلسه پیش هم گفتیم، خرافات کشورهای مختلف هم با هم قاطی شده، خداهاشون هم با هم قاطی شده، یک ملغمه است تقریبا. و حالا فرهنگ مسلط یونانه، در این حال یک ابرقدرتی داره کم 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 از یونان قدرت رو پس میگیره، قدرت نظامی اقتصادی میشه که رومه. یعنی رومی که خودش بخشی از یونان بوده و یک ایالتی از یونان بوده، حالا داره قدرت رو میگیره. و یونان چه نقشی داره؟ یونان نقش اون پدر باسواد اهل فرهنگ، اهل فلسفه است. یک شباهتی مثل فرهنگ بریتانیا و آمریکا داره که آمریکا از دل بریتانیا، از دل اون امپراتوری در اومده، ولی هنوز نگاهش به این امپراتوری، هم به زبانش، هم به فرهنگش، هم به فلسفهش، یک نگاه همچین اینطوری رو به بالاست. واقعا خیلی مهمه. آره، این از این جهت مهمه که ما حالا با رواقیون که روبرو میشیم، رواقیون از زنون شروع میشه که 300 سال پیش از میلاد، در واقع بعد از اون کلانتس رو داریم، 250 پیش از میلاد کرایسپوس رو در واقع داریم، همینجوری دونه دونه. چون رواقیون در واقع یک دوره کوتاه نبودن، از یه جای شروع میشن تا میرسن در واقع به پس از میلاد مسیح. دیوژن بابلی باید بشین گفت رواقیون اولیه و رواقیون رومی یا متأخر. ما در واقع امروز در مورد 4 نفر از اینها صحبت میکنیم، بقیه البته به صورت تخصصی اهمیت دارن، ولی اسامیشون هم حتی ممکنه الان گمراه کننده باشه. ما میتونیم همینجوری بگیم، در واقع دیوژن بابلی هست، آنتیپاتر هست، پانایتوس هست، پوزیدینوس هست و دونه دونه اینا که حالا اسامیشون توی لاتین هم با هم دیگه فرق میکنه، توی انگلیسی در واقع لاتین هر کدوم چیز دیگه. من بگم به نظرم مهمه اینه که در این دوره
هلنیستیک در این جهان پسا ارسطویی و پسا اسکندری در حقیقت فضیلت به یک گونه فهمیدن، یا فضیلت نباید گفت، هدف از فلسفه این شده که آقا راه رهایی انسان رو پیدا کنه، راه به آرامش رسیدن، سعادتمند کردن، و در این حال مشکل مرگ رو حل بکنه. این حل کردن مشکل مرگ خیلیه، و کشف یک نوعی بصیرت از ماهیت کائنات در حقیقت. یک ما بفهمیم آقای کائنات ماهیتش چه، در این حال چطور میتونیم از این مرگ و درد و بیماری چطور رها بشیم. در واقع مثل اپیکوریان، مثل کلبیون و مثل شکاکون، اینها هم داشتند تحت تاثیر در واقع جهان برهم ریخته پس از اسکندر و همچنین با آمد برآمدن در واقع جهان رومی به این مسئله پاسخ میدادن که حالا تمام جهان یک جهان سخت رنجاور به قول معروف پر از سیاهی است، ما چجوری میتونیم دوام بیاریم، چگونه میتوانیم خوشبخت باشیم، یا اگر حالا ما در رواقون خیلی جالبه، اگر نمیتوانیم خوشبخت باشیم حداقل میتوانیم خوب باشیم. حتی اگر خوبی وجود نداشته باشه ما میتونیم ادای خوب بودن رو در بیاریم و به این ترتیب حالا این یعنی حتی اگر در بدبختی اگر خوب زندگی کنیم باز میگیم درست تهش اینه که بله دیگه حداقل ما خوب بودیم. در هر صورت من فقط می‌خواستم به این اشاره بکنم، ما امروز به زنون اشاره می‌کنیم، اینو شما الان بگو لطفاً، به زنون اشاره می‌کنیم، به سنکا اشاره می‌کنیم، یعنی یک بار یه وسطش یه دونه خلایی می‌افته، زنون 300 سال پیش از میلاد، و خوبم هست که من یه نکته الان شما بگو بعد من یه نکته می‌خوام بگم، بعد به سنکا و بعد از اون در واقع به اپیکتیتوس که برده بوده، و بعد از اون به مارکوس اولیوس در 121 پس از میلاد ما اشاره میکنیم. بفرما شما چون یه نکته میخواستی بگیم به کلبیان که اشاره کردی، اتفاقا به نظرم به گونه ای این فرهنگ رواقی یا این نگاه رواقیگری تأثیر گرفته از کلبیان، همونطور که اپیکوری ها به یک مدلی از لذت طلبان و تأثیر گرفتن در حقیقت، اپیکوری ها از لذت طلبان و بعد از دموکریتوس از اینها تأثیر گرفته بودن، اینها از هراکلیتوس تأثیر گرفتن و از همین سینیک ها، یعنی از همین دوستان کلبی. یه چیزی یادم اومد در باب کلبیون، مثلا که این تأثیری است که کلبیون از سقراط گرفتن، که سقراط یه روز میره تو بازار میبینه که یک مغازه‌ای بوده اونجا پر از خرت و پرت، یه نگاهی میکنه سرشو میخارونه و میگه چقدر چیز که من نمیخوام، احتیاجی بهش ندارم، یا تعجب میکنم که آه چقدر چیز وجود داره که من هیچ احتیاجی به اینا ندارم. سوال براشون چیز بوده اصلا قدیس بوده و از چند جهت هم قدیس بوده، این خیلی بحث مهمیه. رفاقیون اینا رو شما داری اونجا احتمالاً، ولی خب من به چند تا نکته اشاره میکنم بعد شما اگه لازم بود لطفاً ادامه بدید. یکی سرپیچی سقراط از در واقع سرپیچی نکردنش از قانون، دو مرگ رو با آغوش باز پذیرفت، و بعد اینکه ما تو نزد افلاطون هم میبینیم خصوصا توی جمهوری که سقراطی که داره اونجا توضیح میده، میگه ستمگر بیش از اینکه یا پیش از اینکه به ستمکش ستم بکنه به خودش داره ستم میکنه. این خیلی نزدیک به رواقیون که حالا یه ما رو دوچار یه تضادی هم میکنه، در خودشون رو دوچار یه تضادی میکنه که شاید لازم باشه بعدا بهش بپردازیم. همون نگاه به فضیلت دیگه، سقراط میگه آقا کسی که کار درست رو انجام میده، میدونه چیست ولی انجامش نمیده، نمیتونه سالم باشه، نمیتونه شاد باشه، نمیتونه خوشبخت باشه. و حالا نگاه رواقیون هم به نظرم تا در این مسیر هست. حالا میخواد در مورد زنون یک صحبتی بکنه. در مورد زنون یه مسئله بسیار مهمی وجود داره. ممکنه که خب عزیزان پیش از این اونایی که سوفیا رو دنبال کردن میدونن که ما در پیشا سقراطیان یک بار به یک زنونی ما اشاره کردیم که اون زنون از الیای در واقع که میشه مال ایتالیاست و 515 پیش از میلاد در واقع ببخشید 490 تا 495 پیش از میلاد که اون خودش شاگرد در واقع پارمنیدسه که اونم از الیا بوده که اون مال 515 در واقع پیش از میلاده. و یه تفاوت‌هایی اصلا جدا از شباهت اسمی که بین زنون رواقی که مال 262 334 پس از میلاد از قبرس با اون زنون اولیه پیش از سقراطی، دو سه تا مسئله خیلی مهمه. این زنون در واقع زنون نگاهش پیرو نگاه هراکلیتوس همونجوری که گفتی، و این هراکلیتوس هم که می‌دونیم مسئله‌اش حرکت بود. زنون الیایی
از الیا در واقع اون نگاهش پارمنیدسی بوده که اونها اساسا حرکت رو و جهان حرکت توهم آره، است. حرکت اصلا توهم است و یادمون باشه ما رو ما با زنون از الیا به پارادوکس های زنون میرسیم که بسیار مشهور است. این تفاوت بسیار جدی که وجود داره. حالا ما در وقتی زنون رواقی رو میخوایم دنبال بکنیم میبینیم که یه سری چیزها رو از هراکلیتوس گرفته و این نکته بسیار مهمی که از هراکلیتوس گرفته عنصر آتش است. چون هراکلیتوس هم روح انسان رو عنصر آتش میدونست. و نکته دومی که در واقع بسیار مهم بود اشاره هراکلیتوس به مسئله لوگوس. ما پیش از این هم تو برنامه پیشین اشاره کرده بودیم یکی از معانی که ما از لوگوس در واقع دریافت میکنیم و یونانی ها در واقع باش روبرو بودن بحث قانون بود و اینو بعدها ما میبینیم که چقدر رواقیون برای بحث قانون اعتبار قائل هستن و همین نکته کمک میکنه به اینها در پذیرششون نزد رومی ها. آره دیگه، روم هم که یک جامعه پر از نظم اردار بوده و این گویا توی یک سانحه دریایی قبرسیستری سانحه دریایی سر از آتن در میاره، وارد آتن میشه و به دلش هم میخواسته به رواقیون بپیونده. میره توی کتاب فروشی و میگه که آقا از سنت سقراط کی باقی مانده، چطور من میتونم به سراغ و سنت برم؟ یک فیلسوفی رد میشه دفعه میکنم Crates of Thebes، Thebes اون شهره حالا بگذاریم، که میگه این داره رد میشه، میگه اینه یعنی تنها کسی که مونده اینه. میره سراغش میگه آقا من میخوام حکیم، میخوام شاگردت بشم. میگه بیا یک کاسه آش عدس به این میده، lentil soup یا سوپ عدس زرد رنگ بوده، میگه دستت بگیر بیا تو بازار. هی خجالت میکشه اینه دستش بگیره تو بازار، قایم میکنه زیر لباسش. اونم که منتظر این لحظه بوده میزنه این ظرف رو تو دستش میشکنه یا میندازه این زیر عدس میریزه رو لباس این، مثل مدفوع میشه رو لباسش هم رنگی. بعد میگه بیا تو بازار را بیا با همین حالت بیا و سعی کن که خجالت هم نکشی. معلق ما یادم میگفتش که رواقیگری، بعد از اینکه این داستانه تعریف میکرد میگه آقا رواقیگری یک نوعی از کلبیگری است برای شیمل، برای شیمفول ها، برای کسانی که خجالتی هست. این به هر حال این کاراکتر خیلی جالبی بوده. خب خلاف اونها، اینها همونجوری که گفتیم مقید به قوانین هستن. اون دریدگی که در واقع کلبیون داشتن نه اصلا نداشتن، این کلبیون می‌رفتن در بازار جلوی روی دیگران استمناع می‌کردن، مثلا کارهای عجیبی می‌کردن. ولی این لوگوس، این یک خرد مشترک خیلی مهمه که گفتی، انگار میگفتن آقا انسان یک مینیاتوری است شاید از یک تصویر بزرگتر و اگر یا یک جهان یا یک عالم بزرگی است که ما در خودمون یک جهان یا یک آیای ما یک مینیاتوری از اون جهان و عالم کوچک هستیم، و اگر یک نظمی، یک اوردر، یک خردی در این عالم بزرگ هست، پس در ما هم این نظم هست. خب خیلی این جالبه، اینها به خدا که در واقع به اون معنای خدایی خودش باور داشتن، به من خب اینم خیلی جذابه که باید بگیم که رواقیون ماتریالیست بودن، ماده باور بودن و اصلا تصورشون از خدا با اون چیزی که ما امروز میفهمیم بسیار متفاوت بود. اما نباید از یاد ببریم که از زنون هرچی میایم به سمت مارکوس اولیوس این مادیگری کم میشه و در واقع میشه گفت که فلسفه رواقی یک فلسفه عرفانیه که آرام میره به سمت دین و آماده میکنه فضا رو برای آمدن ادیان یا برخورد ادیان و بعد خیلی هم کمک میکنه به مسیحیت. یه چیزی رو هم باید گفت، این لوگوس یعنی همون چیزی که آناکسیگوراس بهش میگفت نووس، هراکلیتوس بهش میگفت لوگوس، استویک ها بهش میگفتن گاد، ولی منظور اون خردی است که در جان طبیعت رفته، یک نوعی از پنتیزم هست یا خدا جهان انگاری. بعدها این حالا بگذاریم که دکارت و اسپینوزا از اپیستمولوژی از خردشناسی رواقیون تاثیر گرفتن،
و از نگاهشون به علم تاثیر گرفتن، از این تیکه هم انگار کاملا اسپینوزا تاثیر گرفته که خدا رو در دل طبیعت می‌بینه. یعنی ما دو مدل داریم، یکی پنتئیزم هست که میگه جهان و خدا یکیست، یعنی این هستی خود خداست، یه مدل پنتئیزم هست که خدا رو بیرون میگیره، هستی رو مثل در درونش میگیره، این دو تا با هم فرق میکنن. مدل اولی است که مدل استویک هاست که جهان رو خدا میگیرن در حقیقت. و ما اینو تفاوتش رو تو جلسه پیش گفتیم در رابطه با اپیکوریان. اپیکوریان معتقد به خدایان بودند اما معتقد بودند که اونها دخالتی نمیکنن. همینو ما بعد در گل زجوان اصلا و عاقل هم هستن، بخوان دخالت کنن میدونن لذتشون کم میشه پس دخالت نمیکنن. بعد ها هم که ما اینو در واقع یه مقدار منظمتر و منسجمتر با یه زبان فلسفی خیلی جدی نزد فلوتین در واقع تو شاخهای دیگه در واقع میفهمیمش. مثلا یک تو راستی کلی وجود داره که در حکم قانون طبیعی در پایه یک خرد لایزال انسانی، بعد اینطوری تعریفش کرد، یک جهانی که با زمان و مکان هم تغییر نمیکنه. این از یعنی این اون نگاهی بود که اتفاقا سقراط رو به نظرم از سوفسطائی ها متمایز میکرد. یعنی اینجا استویک ها اتفاقا به سقراط وفادارن، میگم چیزها رواقیون به سقراط وفادارن و حتی اینطوری که آقا همه قوانینی هم که ما داریم کپی ناقصی از اون قوانین طبیعته در حقیقت، بازم اصل قانون و به همین ترتیب هم باید به طبیعت برگردیم. چرا؟ چون طبیعت ناشی از اون خدا است. و بعد خیلی جالبه که اینها در واقع خدا رو در این معنا یک آتش ازلی میدونن. حالا تفاوتش هم با ادیان آتش و آب باد و انگار جدا میگیرن از آب و خاک. اینش خیلی اون جالبه. اون چهارگانی پیش از سقراطی دیگه ما اینجا نمیدیم، دو تا اصلا جدا شدن، دو تا تفاوت. خیلی جذابه به این معنی که ما وقتی میبینیم، حالا نمیدونم اینو تو باید فیزیکی توضیح بدی ببینیم، با این جهان بیگ بنگی که ما میفهمیم، چون اینها وقتی با مسئله آتش میگه اصطلاح آتش نهایی هم داره، بحثشون آخر و زمانی نیست. نه نه نه. اینجا فاصله تغییره و این دور میزنه. و بعد میگه در دوباره این آتش مدام اتفاق میفته، میاد نابود میکنه و دوباره به وجود میاد. به نظر من اگه توضیحش بدیم اینو میشه یک به یک نوعی با اینکه دوالیست نیستن، یعنی مونیست هستن، وحدانی به یکی باور دارن، ولی باز این وسط برای همین یکی بودن طبیعت، یعنی همین جهانی که میگن همش یکیه، دو حالت در نظر میگیرن، یه حالت پسیو یه حالت اکتیف. میگن آقا خدا دو وجه داره، یه وجه ما این جهان دو وجه داره، یه وجهی که ماده ساده است مثل آب و خاکه، یه وجهی که اون نظمه رو بهش میده. بدن رو هم اگه نگاه یاد باشه افلاطون میگفتش که ما یک اشتهایی داریم که عقلمون باید این اشتها رو سپرس کنه، باید کنترل کنه، و اون نظم اون خرده همون آتش و آباده که داره آب و خاک رو بهش نظم میده، بهش حالت میده. یعنی اون لوگوس، اون لوگوسه از جنس آتش است که نظم و که نظم رو و تغییر رو اون یک جهانی هستیم، در یک جهانی هستیم در حال تغییر، همش در حال سوختنه و نابرابری است، و یک لوگ این سوختنه و نابرابری وجود داره، شعور عالی در واقع وجود داره، ولی داره یه شعور عالی که لوگوسه اون پشت هست. و خیلی عجیب نبوده واقعا اینا میدیدن آقا فصل ها تکرار میشن، خورشید یه نظمی داره، هر چی گل از گل و گیاه یعنی این انتروپی رو، یا که تو فیزیک در حقیقت نظم و بی‌نظمی رو نمیدونستن چجوری توضیح بدن، میگن آقا از دل خاک که همش بی‌نظمی یک موجود منظمه مثل گل در میاد، دوباره فاسد میشه برمیگرده به خاک و دوباره در میاد، یک نظمی اون پشت هست که داره این تغییر رو هی هم میزنه، هی آشو هم میزنه. در از دل این نگاه در واقع که یک نگاه در واقع طبیعی هست، اینها یه سری نتیجه گیری ها میکنن. و خب وقتی به عقل تو معتقد هستی، فضیلت در این میشه که از عقل پیروی بکنی. اما یه عنوان دیگه ای دارن، یا یه واسطی میاد اون وسط به نام اراده. و بعد این اراده، فضیلت در واقع از دل این اراده داره به وجود میاد. تو خلاف اتفاقا افلاطون و ارسطو دیگه ذاتگرا هم نیستن، یعنی نمیگن تو بدی اون خوبه و بده خوب نمیشه، خوبم بد نمیشه. میگه هر کدام از ما در واقع ما دو تا چیز داریم، یک اراده خوب داریم یا اراده بد داریم، و اراده بد داریم، اراده قوی داریم، اراده ضعیف داریم. هر کدوم اینها به واسطه آن اراده ما رو به سمت امر خوب یا امر بد در واقع میبرن، یا فاسد میشیم شر میشیم، یا خیر میشیم سالم میشیم. نگاهشون نسبت به دیانتولوژیکال و وظیفه گرایانه است، فقط کانتی واقعا میشه خیلی نزدیک به نگاه کانت، حالا بعدا به کانت میرسیم. ولی چیزی که به نظرم اینجا مهمه، دو تا اصل مهم رو باید براشون در نظر گرفت. یکی دیتچمنت فرام اکسترنال ورلد، یعنی جدا کردن، یعنی به گونه ای ما آقا درگیر
احساساتمون نشیم. هر وقت درگیر احساسات میشیم شرایط بیرونی جهان رو ما تأثیر میذاره، ما از اون خرده داریم دور میشیم. تا حد امکان از خرد دور نشویم. این اولیش. دومیش برگشتن به طبیعته، یعنی بازگشت به طبیعت، که این توی استویکان خیلی جدی وجود داره که یک هارمونی در دل جهان وجود داره. این هارمونی، این نظم این جهان، ما باید به اون سمت بریم. و این خیلی نکته مهمیه به نظرم که ما به گونه‌ای فکر بکنیم که جهان داره کار میکنه. این نکته اهمیتش میدونی کجا پیدا میشه؟ اهمیتش در این که ما از یاد نباید ببریم که اینها وسط یک جهانه به هم ریخته. چون اون تصوری که ما از امپراتوری روم داریم، خب حالا مشخصا ما داریم در مورد اون بخش از رواقون صحبت میکنیم که در جهان رومی در واقع بودن، یک عظمتیه که این عظمت اونجوری که کشف میشده نظم عجیب بوده اما فقر وجود داشته، بخش جدی از جامعه تحت فشار بوده، وضع بردگان، وضع کارگران، یعنی واقعا گشنگی داشت میکشید جامعه. اینجوری نبود که وضع اقتصادی زمان اورلیوس که مشکل اقتصادی خیلی زیاد بود، ولی جدی. و خب ما بعد عزیزان خیلی مهمه، اونایی که علاقمند هستن، حالا ما کار تاریخ داریم اینجا نمیکنیم، ولی در هر صورت باید اینو نباید از یاد ببریم که فلسفه در هم تنیده شده با تاریخ. یعنی ما مجبور هستیم که بفهمیم آن دوره چطور فکر میکردن، چه اتفاقی افتاد که روم غربی فرو پاشیده شد، روم شرقی ادامه پیدا کرد، بعد خب به ترکان و عثمانی میرسیم و اینها. ولی اینها همه در هم تنیده هستن. چگونه ستم، بدبختی و سختی ها موجب میشه که تو دیگه به جای اینکه منتظر باشی یا به جای حالا انتظار تو اون واژه دینیش امید داشته باشی، میرسی به فلسفه که تحمل، دیگه میخوای شرایط رو تحمل بکنی. دیگه اتفاق خیلی جالبه، دیگه نگاه نمیکنی که ببینی ستم چیه، میگه بیاد بفهمش چیه، میگه لوگوسه، یه بخشی از حقیقت. یعنی میگه آقا یه بخش ماتریال وجود داره که اکتیو نیست، پسیو، ناگواری هست دیگه. آره، ما چیکار کنیم که ردش کنیم؟ دقیقاً. آره، میگه یه بخشی از جهان که کار پسیو میشه چی، منفعله، که ماده است. یه بخشی از جهان هم که اکتیو، لوگوسه، خرد، اونه که جهان رو تغییر میده و در دل این تغییر اون آتش هم هست، هی به هم میریزه، میسوزونه، داغون میکنه. ما هم تو این مسیر باید ببینیم چه بکنیم. حالا این توش تناقض وجود داره که بنتراند راسل توی تاریخ فلسفه غرب خودش هی مدام میخنده دیگه، با اون ذهن تحلیلی خودش هی یه جایی حتی بی اخلاق میدونتشون به نظرم. خب برای اینکه ما میبینیم دیگه در رابطه با خود مارکوس اورلیوس، خب تو نمیتونی امپراتور باشی و یه سری از نکات، تو مجبوری بکشی، تو مجبوری فرمان بدی، تو مجبوری نمیدونم به کشورها حمله بکنی. و این از اساس با این چیزی که اینها به حال پیروش بودن در تناقض قرار میگیره. ولی اشاره بنفران راسیز یه جا درسته، میگه اینها مثل هر شکلی یا بسیاری از فلسفه های اخلاق دو نوع انگار ساحت در نظر میگرفتن، یه چیزی برای خودشون. آره، که میگفتم بله دیگه من در سوی اخلاق رواقیون اشرافی فلان، بله، یعنی مثل این میمونه من تو ویلان بشینم ریلکس، اون وایپ بهش میگیم این چیزی که الکترونیکی یا علف الکترونیکی، راحت بکشم سگه بره، بچه بره، همه چی تر و تمیز، استخر اونجا، و بعد خب به جهان ماورا در واقع فکر بکنم، در آرامش باشم، به سیاستم کار نداشته باشم، دوری از اتفاقات ناگوار و انرژی های منفی و اینها. یا اینکه نه، من حواسم به خودم باشه اما در مراوده با اجتماع باشم و مجبور هستم که ریاکت بکنم، مجبور هستم که درگیر بشم. یه وقتی جان جدیدم بود، یک مدل غربی، آره، یک مدلی الانش هم هنوز جاریه به نظرم. یعنی نگاه طبقه بالادست اینه که یک مدلی از آتئیزم برای الیت آفره. و یک نوعی از مذهبی که این دلخوشکنک باشه برای توده ها. این خیلی خیلی، یعنی ما خصوصا ماها، چون من خود من مروج، رسما خودم رو مروج و مبلغ آرامش، آزادی درون، توجه به فردیت و توجه در واقع به من میدونم، اما این نباید ما رو غافل بکنه از دیگری و در دم بودن نیست. رواقیون در دم زندگی میکنه، مسئله شون این هست. از اتفاقات ناگوار باید دوری کرد، باید انرژی در واقع بارو با اون تعبیر خودشون، و بعد باز هم در رابطه با تقدیرگرایی هم اینا هست، نگاهشون متفاوته، چون خدای درگیره با هستی، هر اتفاقی داره میفته بر اساس تقدیر خدایگانی.
آره برای همین حتی نکته که گفتی من الان می‌خواستم به لوگوس و اون 8 قسمت لوگوس اشاره کنم، ولی تقدیر مهمه چون به خاطر همین تا حدی یک خرافات غیبی گویی و ستاره بینی و اینها داشتن چون باور به تقدیر داشتن. زنون مشخص آره. بله یعنی معتقد بودن که آقا بالاخره این خرد جهان یک تقدیر رو برای ما گذاشته و شاید بشه از طریق ستاره ها و از طریق نمیدونم قیدگویی و طالع‌بینی به این تقدیره برسیم. یه چیزی در مورد لوگوس خیلی مهمه که به 8 وجه مختلف تقسیمش کرده بودن. 5 تاش که 5 حس ما بود، اونها 5 حس رو تقسیم بندی کرده بودن به 5 حس. یکیش حس قدرت تولید مثل ماست، میگه این لوگوس میتونه تولید بکنه شبیه خودش. یکی دیگه از وجوهش 8 تا وجه اصلی داره. از این 8 تا 5 تاش که بینایی، چشایی، لامسه، دیگه بگم بویایی و شنوایی است، یکیش تولید مثل است، این هم یکی از اون 8 وجه گرفتن. یکیش قدرت تعقل است و فکر کردن، یعنی رشنالایز کردن که ما میتونیم جهان رو عقلانی کنیم. یکیش زبان است، قابلیت سخنگویی. میگه آره این 8 تا میگه حاصل این لوگوس در این 8 تا خلاصه میشه در حقیقت. و ما هم چون تجلی لوگوس هستیم، یک جهان کوچکی از جهان بزرگ هستیم، در ما این 8 وجه وجود داره در حقیقت. و خب خیلی یه چیزی که الان من یادم افتاد، اونم یه جایی که به اون مسئله خدا ما داشتیم اشاره میکردیم، بحث اشتراک بود. چون این نفس مشترک دیگه، یا اون آتشه داده شده به همه انسان ها، از دلش یک برابری جویی بیرون اومده که حالا اون عزیزانی که ضد گلوبالیسم هستن، ضد جهانی سازی در واقع، یا نکته مهمیه این منشأش اینه و خیلی جالبه. از کازموپولیتن بودن. آره دیگه، یعنی از چپ در واقع نگاه سوسیالیستی بگیر تا یه سری از نگاه های دینی و همچنین یه سری نگاه های راست که ما حالا مثلا رسما با امپراتوری آمریکا روبرو میشیم، مسئلهش اینه دیگه. فرهنگ من بهتره، فرهنگ ارزش های من قوی تره، ارزش های من نوین تره و همه بر اساس همین. یعنی هیتلر با همین نگاه آدم میکشت، اسکندر به همین ترتیب، تا حالا ناپلون به همین ترتیب، و بسیار اسلام هم همینجور. اسلام هم میگه مسئلهش چیه؟ میگه ما همه برادر هستیم، برادر هستیم، بس اونایی که اینو قبول ندارن میکشیم تا تصفیه در واقع اتفاق بیفته، صاف بشه قضیه. کاملا. ولی تا حدی مربوط به زمانه هم هست. یعنی فرزندان راستین زمانه خود بودن، حتی بیشتر از کلبین. زمانه ایست که کازموپولیتن شده، یعنی امپراتوری های بزرگ با هم در هم رفتن. خب روم و یونان بزرگ شدن، اصلا بعد روم یک ایتالیا اصلا روم که... لازم داشت آره. چیزی رو تو هم سیاه داری، سفید داری، تراسی داری، گولی تو داری، چیکار بردگان رو چیکار می‌کردن وقتی که تو میگی بردگان با، چون اینا به چه چیزی قائل بودن، بردگان با آبی مردم معتقدن قانونه برای همه یکیه، چه برای برده چه برای آزاد. اون لوگوسه ما رو همه یکی برای حد... نگاه مدل افلاطونی نیست در درون. مثلا اورلیوس خیلی بامزه است، گفته بود که آقا وقتی برده ها با هم می جنگن شمشیر کند استفاده کنن. این نکته جالبی. آره. ولی بعد از اون بعد از اون دیگه اجرام نشد. یا تا حدی میگفت حیوانای وحشی رو گویا تعدیل کنین، ولی بازم پسرش آورد خیلی وحشتناکتر. کومودوس بود، اسم پسرش چی بود؟ یک موجود کومودوس یزید مانندی بود. بله. مثلا فاسد فاسد. یزید مان، حالا اینو یزید گفتین. این اصطلاح عامیانه داریم میگیم، مگه نه ما چندان نمیدونیم یزید و حسین کدومش ظالم‌تر بود. و یه نکته هم که مهمه در مورد، حالا فکر میکردم که میخواستیم به یک اشاره به انسانگراییشون هم اگر بکنیم. من خیلی برای من مهمه که هم بحث جهانی‌سازی و از دل همین انسانگراییشون هم از دل این، چون ما اینو بعدا در مسیحیت داریم. چه تأثیرات رو مسیحیت داشت؟ یعنی این نگاه که آقا یهودی هایی که فقط خود رو قوم برگزیده میدانید و بقیه رو میگید برید از خانه نوح پیروی کنید، میدونید داستان چیه؟ یهودی‌ها میگن آقا ما برای ما اومده این قوانین، ده فرمان مال ماست، شما اصلا لزومی نداره اینا رو بهش عمل کنید. یهودی‌ها هنوز هم همینه میگن، میگن شما برید از قوانین نوح تا نوح هر چه آمده برای شما هم هست، بقیه‌اش دیگه از ابراهیم به بعد مال ماست، شما هم اصلا لازم ندارید، اصلا نمیخواید، برای رستگاری احتیاج ندارید. مسیح اومده میگه آقا اصلا خداوند آمد خود رو قربانی کرد بر صلیب برای همه بشر. و بعد بازم یه نکته دیگه، میرن آقا ژاپنی، چینی، همه اینا میتونن سیف بشن. خیلی آره. مهمه. بعد از این نکته مهمتر، عزیزان مسیحی عنایت داشته باشن، پیش از این که نگاه مسیحی بیاد بگه خدا پدر است، اینا اومدن اول گفتن. اینا میگن خدا پدر است، پس همه فرزندان با هم برابرن. و
چیز جالب تری باز ما قبل از اینکه به سیسرون برسیم در مورد آتش و روح، چون اینها باور داشتن که شما اگه گناه بکنی زیاد روحت سنگی میشه نزدیکای زمین میمونه، آفرین، اگر که آدم گناهکاری نباشی روحت میره بالا نزدیک ستاره. یعنی باورها بوده، انسان گذشته اینطوری فکر میکرده و میگفته که در این آتش اتفاقا نماد اذیت شدن روحه، یعنی روحت در همین آتشه گیر میکنه. یعنی من نمیدونم این کار یک آنتروپولوژیسته یا کار یک کسی است که تاریخ ادیان رو بررسی میکنه که این نماد جهنم و آتش آیا از دل زرتشتیگری اومده بیرون، نه آیا اینو از میشه دل نگاه یونانی در اومده بیرون، نگاه بین النهرینی، ولی این بوده، جاری بوده تو منطقه، حتما بوده. ما حتی بحث فرشته راهنما رو داریم، رواقیون تو یه جایی به فرشته راهنما در واقع اشاره میکنن و ما فرشته نگهبان رو در مسیحیت مثلا داریم. اینا نکات مشترک بسیار بسیار زیاده. و اینکه روحت میره بالا به ستاره ها میرسه خیلی جالبه، چون این ستاره ها رو اشیاء سماوی خیلی چیزی این میدونستن. سبک و سنگین هم که توی بودیسم ما داریم بشه. بله بله. یعنی قاعدتا انگار یک مجموعه ملغمه، یک بازار مکاره است از همه ایده ها. همه ایده ها. اگه موافق بود تو الان نکته ای در مورد اومانیسم می‌خواستم بگم. من می‌خوام بریم بعد از زنون، چون ما الان فقط به زنون اشاره کردیم، بعد به سنکا اشاره بکنیم، اپیکتیتوس رو بگیم و بعد مارکوس اورلیوس رو، این چهار تا رو در واقع این سه تا رو خلاصه میتونیم در موردشون بگیم. سیسرون که حالا فکر میکنم قرن اول پیش از میلاده، این هم خطیب بود، فیلسوف بود، دولتمرد بود، خیلی آدم کاراکتر جذابیه. کاپلسون هم در موردش خیلی زیاد نوشته. اولین کسی است که اومانیسم یا انسانگرایی رو آورده جلو. بعد از اونه که سنکا میاد میگه که آقا انسانیت هست که برای انسان مقدس هست. سیسرون دقیقا میشه همدوره آگوستوس دیگه، اول در واقع قرن اول پیش از میلاده، بین سال 40 تا 160 این باید تو دقیقا تو دوره اول حکمرانی، یعنی شروع امپراتوری روم. بله. سیسرون حضور داشت که بعد توی اختلافی بین آگوستوس و اون آنتونی سیسرون بعد کشته میشه. و پس از اونه که سنکا، که اونم به نظر میاد شاگرد او بوده، حرفش اینه که انسانیت برای انسان مقدس است. که این بعدن شد و بگذاریم که این توی رومان امپایر، توی امپراتوری رومی است که ادعای تمدن میکرد، ادعای پیشروی برای بشر رو میکرد، میگه آقا تمدن و بشریت و انسان و نظم و همه چیز اینجاست، و این هم شد سرلوحه کار. و خیلی خیلی نکته مهمیه که آقا انسان است که مهم است. این حرفی بود که سوفسطائی‌ها می‌زدن، پروتاگوراس چند بار ما گفتیم. بله 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 انسان بله نگرم و چیز، ولی اومانیست یا مقدس انسان است. اصلا اون چیزی که مقدسه انسان، اگر چیز مقدسی وجود داشته باشه انسانه، چون انسانه که داره جهان رو تجربه میکنه و همه چیز حاصل این تجربه ماست. این نگاه و انسان رو مرکز گرفتن اون موقع مطرح شده و بعد از مسیحیت تقریبا خفه میشه تا دوران تا قرن 18 هم 19 هم که دوباره این مسئله دوباره زنده شد، ولی مسیحیت به گونه ای ما رو گناهکار کرد، دوباره بیچاره میکرد. ما یه چیزی رو تو رواقیون میبینیم که اینو مدام نزد اپیکتیتوس ما مثلا میشنویم، توی بعضی از سخنان همین مدیتیشنی که فکرم داشتیم اینجا. آره این کتاب هم ما اینجا گذاشتیم. لطفا معرفی هم بکنیم بعد نیست. میتونیم به مارکوس اورلیوس رسیدیم. آره معرفی بکنیم بعد. اونجا هم یه سری جاها ما متوجه میشیم انگار جسد آدمی یا کالبد آدمی، حالا طبق همون نگاه میگه این یه جسد، تو روح حقیقی هستی که این کالبد یا این جسد رو داری دنبال خودت میکشی. فکر میکنی مسیحیت این رو یه سلاحی میبره که سگهایی که به یک چیزی بسته شدن، به یک واگونی، به یک بگه گاری بسته در واقع شدن. دقیقا به این من فکر میکنم آماده کرد، اصلا رواقیون اینو آماده کردن برای ورود مسیحیت، این نگاه رو خیلی هم اینها هم فلوتین که بعد بهش میرسیم. من فکر میکنم جهان آماده بود برای رسیدن یک مسیح. من فکر میکنم سر مسیحیت بعد خیلی در مورد صحبت کنیم، چون نگاه هم که میکنیم تو قرن اول معلوم نیست مسیحی هست یا نیست. تنها چیزی که معلومه که هست اینه که یک عده‌ای دارن از یک اسطوره حرف میزنن، یک داستانی رو آدما دارن در شیوه خود روایت میکنن. و این اناجیل که این چهار تا نبوده، خیلی بیشتر از اینا بوده. این چهار تا حالا انتخاب کلیساست، یعنی خیلی بیشتره. آدما مینوشتن، آدمای رندوم در مورد این داستان، این داستان کسی که اومده خود رو قربانی کرده برای بشر رو مینوشتن و بعد تبدیل شد یهو به یک داستانی که اینطوری جهان رو تکون داد. خیلی عجیبه. یعنی این بس بسیار مهمه که کسانی که حالا ما پیش از اینکه به مسیحیت برسیم، عزیزان حتما باید خصوصا این دو سه جلسه رو
دوباره مرور بکنن فهم مسیحیت بدون فهم این چند مکتب، حالا بعد از این فلوتین هم که میاد، بدون اینها عملا ناممکن خواهد بود، ما نمیتونیم بفهمیم. بعد حالا ما امید داریم که در مسیحیت هم بشه به یه سری از شاخه‌های مسیحی هم اشاره بکنیم که اونها هم هی به تناوب و جسته‌گریخته از این نگاه‌ها هر کدوم تغذیه کردن. یه چیزی هم در مورد سرنوشت گفتیم، سرنوشت گرایی توی یونان اون موقع خیلی باب بود، فیتالیسم یک چیزی بود. آره، یعنی عجیب نبود، آدم‌ها میگفتن آقا بالاخره تو به سرنوشت، آنچه که سرنوشت توست مال توست، یه چیزی برات نوشته شده هست. و این آرامش رواقی هم از دل همین در میاد. این ترم رو باید در موردش حرف بزنیم. این کلمه اپاتی هم اپاتیا، یک نوعی از در انگلیسی اپاتی به معنی بیحالی، و میگن اپاتتیک نباش، don't be apathetic، او یعنی کرخت و سست افتادن. این یک نوعی نگاه کسی است که تقدیر رو پذیرفته، تقدیر رو در آغوش گرفته. میگه نه خیلی خوشحال میشی، نه خیلی عصبانی میشی، چون اون چیزی که اتفاق بیفته دیگه لازم نیست خیلی خوشحال بشی که قرار بود اتفاق بیفته. خب و بهش میگن آرامش رواقی. خیلی بامزه است. یک معلم فلسفه هست آقای آرثر هولمز، خیلی من خوشم میاد ایشون، البته الان دیگه خیلی پیر شده فکر میکنم، نمیدونم هنوز زنده باشه. ایشون میگفتش که رفته بود دندون پزشک و میگفت همون کاری که دندون پزشکا با بیرحمی تمام میکنن رو داشت رو دندون من انجام میداد. میگفت دریل میزد دندون من، هم میگفت از درد رعشه گرفته بودم. دیدم که بعد برگشت من گفتش که سال واتی چه، گفت از من پرسید که تو چیکار میکنی، گفتم من فیلسوفم. گفت یه سری تکون داد و دوباره این چرخندش رو کرد تو دهن ما، یه مقدار دیگری به من رعشه داد و بعد گفتش که خب من موندم که در این موقعیت تو یه استویک چیکار میکرد. بعد مونده بودم بهش بگم آقا من خیلی استویک نیستم اتفاقا، ولی نکته اینجاست درد رو میپذیرفت و آره، یه استویک قرار درد رو بپذیره. بگه آقا اینم بخصه، توجه نکن زیاد بهش، به خوشحالی هم زیاد توجه نکن، به غم هم زیاد توجه نکن، به یک آرامشی باید بتونی برسی، از هیجانات دور بشی، به اون عقل برسی، به اون لوگوسه برسی. وقتی عقل میاد بیرون تو تازه داری نزدیک میشی به نظم طبیعی. خیلی سرنوشت عجیبی هم داشت. حالا این سر مدام بحث سرنوشت هم اشاره میکنیم. ما با سنکا که روبرو میشیم، یک فکرشو بکن، یک آدمی که اسپانیاییه، بعد تو دوره کلودیوس در واقع که بین 41 تا 54 پس از میلاد بود، این تبعید میشه به دلیل دشمنی با خواهر کلودیوس، و بعد توسط زن دومش که خواهر کالیگولا باشه، آگریپینا، که مادر جناب نیرون باشه. این داستان خیلی جالبه ها، عجیب چیزیه، بگو خیلی جالبه. خیلی توسط مادر نیرون این بازگردنده میشه در واقع که چرا؟ چرا بیاد بشه استاد نیرون. نرون 11-12 ساله. اینو از یاد نباید ببریم که نرون 11-12 ساله پسر کلودیوس نیست. کلودیوس هم یه آدمی که لکنت زبان داره، خیلی هم در واقع پس از کالیگولا تصور این نمی رفت که این بتونه قدرت رو به دست بیاره، و یه تصفیه خیلی عجیب غریبی میشه، یه گاردی در واقع. قدرتی هم که ما داریم میگیم یک امپراتوری عظیمه ها، اصلا یه چیز عجیبی است که لژیون ها داره، یعنی یه چیز عجیب غریبی است، به عقل و جور در نمیاد. چه چیزی؟ آره اینا در واقع یک نظمی چیزی شبیه سپاه خودمون داشتن که توسط همون آگوستوس تشکیل شده بود. این قرار بود که محافظت بکنه به شکلی، یه جایی مثلا وقتی که امپراتور غیاب میکنه اون سپاه میاد، گاردی در واقع از اون میاد و مسئولیت حکومتی رو به عهده میگیره. همین ها کالیگولا رو کشته بودن، یعنی امپراتور پیشین رو کشته بودن. بعد کلودیوس میشه امپراتور. این کلودیوس که امپراتور میشه، جناب در واقع خانم آگریپینا که خیلی زن حیله‌گر و مکار و در واقع جاه طلبی هم بوده، شوهر ایشون، یه شوهر اول که میشه پدر نرون، ایشون هم یه آدم خونخواری بوده که اصلا خونریز خیلی جدی، و بعد از اون خود خانم آگریپینا میاد با کلودیوس ازدواج میکنه که در واقع میشه عموش. بله بله. نرون پس از ایشون به حکومت میرسه و داستان بسیار بسیار زیبا ولی خب عجیب غریبیه. در هر صورت آی سنکا از تبعید
برمیگرده میاد میشه استاد نرون و بعد به نرون چیز یاد میداده، فن خطابه و پویتیک و این چیزا هم درس میده، خیلی فلسفه گویا بهش قرار نبوده درس بده. مادره میگه بیا به این نرون این چیزا رو یاد بده، هنر و فن خطابه و این چیزا. اما من خواستم اون داستانه برسم که چقدر داستان عجیب غریبی بود که این همین، من میخوام بگم این آدم تبعید شده، بعد برگشته شده معلم نرون، و بعد نرون وقتی به قدرت میرسه معلم رو میکشه، مادر رو میکشه و معلم رو میکشه. و خیلی جالبه با معلمم که میدونی میگه که چون حالا اعمال خوبی داشتی و اینها به خاطر خدمات قبلی بیا خودکشی کن، میگه آقا بذار یه کتابی بده چیزی بنویسم، نامه‌ای بنویسم، وصیت‌نامه بنویسم. میگه نه وقت نیست، رگش رو میزنه و میشینه و در حالی که صحبت میکرده با دوستانش که گویا خیلی هم پرحرفی میکنه در حالی که حتی رگش هم زده شده بود و میمیره. ولی نکته اینجاست که اگر نگاه سرنوشت گرایانه داشته باشی میگه آقا این سنکا عجب سرنوشتی داشت، اون زن عجب سرنوشتی داشت، رفت و برگشت و کسی رو تعلیم داد که خود اون این رو کشت. در واقع میفهمی که سیاست هم ناشی از اراده و دخالت آدمیه، ولی در این حال یه سری از امور هستن که خارج از اراده ما هستن و ما در دل تصادف ها که خب طبیعی هم بود که اونها در اون دوره مسئله سیاست مسئله جدیدیه به این معنایی که ما امروز میشناسیم، اونها نمیتونستن بشکافنش. ما در مورد سنکا به یه سری نکات جدی اشاره کردیم، میگم جذاب هم باشه، حالا هر کسی بخواد بعد تاریخ روم رو در واقع بررسی بکنه میتونه بره خودش رو دنبال کنه. خیلی جذابی است اون دوره از تاریخ بشر. خیلی عجیب غریب، من فکر می‌کنم واقعا حالا ما هر بارم که صحبت می‌کنیم میگیم این بخش رو بخوای بخونی باید متخصصش بشی. تاریخ روم وقتی می‌خوای بخونی مثلا باید بگی فرضاً متخصص دوره سلسله مثلا جولیو. کاملا. یعنی این اندازه حجم جدی و پر از اطلاعات و دانش در واقع. ما با یک فیلسوف دیگه ای طرف هستیم. الان اینجوری من بگم، ما الان به اپیکتیتوس اشاره میکنیم و بعد به مارکوس آرنیوس اشاره میکنیم و بعد یه میریم یه برمیگردیم به اپیستمولوژی رباقیمون و بعد در نهایت یه جنبندی داشته باشیم و پایان رو بزنیم. اپیکتیتوس فکر کنم یه نکته خیلی بامزه است، این که رباقیگری وارد روم شد خیلی جالبه ها. یعنی روم همونطور که من گفتم جامعه ایست که فیلسوف هنوز نداره، اصلا فلسفه نیست، فلسفه مال یونانه، زبان هم که زبان یونانی است، رومی هم که دارن لاتین حرف میزنن. بله. یک شهری به دست یونانی ها غارت میشه که اسم شهر یادم نمیاد، میگن 500 فکر میکنم 500 سکه طلا سکم چیزی اسمی داره که یادم نمیاد، 500 واحد پول جریمه میمندن برای یونانی ها و یونانی ها هم نداشتن بدن. فیلسوفاشونو میفرستن، چند تا فیلسوف میفرستن روم که آقا شما برید نگوشیت کنید، برید اونجا مناظره. مثل اینکه مثلا انگلیسی ها بیچاره ها کسی رو ندارن، مثلا بیتلز رو بفرستن آمریکا، بیتل ها رو بفرستن به نواشه ها شهره رو پیدا بکنیم. و دیوژن همون جاست که میره و اون یکی که الان اسمش یعنی در دوری کلبی ها اتفاق افتاد. آره دیگه، اینا رو چند تا از کلبی ها رو رواقیان رو میفرستن. رومی ها خیلی به کلبی ها اتفاقا اقبال پیدا میکنن خیلی. و اینها لکچر میذارن، سخنرانی میذارن که یکیشون یک روز یک سخنرانی میکنه، مسائل رو در باب عدالت صحبت میکنه، عدالت رو به یک گونه تشریح میکنه، روز بعد کامل به یک مدل دیگری تشریح میکنه و به شاگردان میخواد نشون بده که آقا قضیه اونقدر پیچیده است که یک بار میتونی روم رو کشور عادل خوب درستی بدونی، یه روز دیگه میتونی متجاوز مثلا ناعادل استثمارگر بدینش، هر دوش هم مکسنس میکنه. و این گونه است که رواقیگری اتفاقا وارد روم میشه و اینا دیگه. آره دیگه، اینا یه سری تأثیرات رو در واقع هم از کلبیون داشتن و در شکلی هم در رقابت با اپیکوری ها بودن به معنی. و بعد خب ما آکادمی رو هم میبینیم که از یه جایی به بعد آکادمی هم دست شکاکا میفته، هم تحت تأثیر جهانی بوده. انگار که میخوای بری بیرون بین کافه نرو و ستارباکس و اینا بعد انتخاب کنی. خیلی خوبه. آره دقیقا اینجوریه، یکی اینا رو بعد انتخاب کنی. یعنی تو بر اساس روحیه، جغرافیا، جنسیت، حالا به معنی میتونی به یکی از اینها نزدیک بشی. ما به اپیکتیتوس که بخوایم اشاره بکنیم، ماجرای عجیبیه. بین 60 تا 100 پس از میلاد ماجرای برده‌ای که برده در واقع یک برده آزاد شده است که بعد خب خودش هم آزاد میشه و اون هم داستان عجیب غریبی داره و میاد و اون صاحبش یه آدم فاشیست عجیبی بوده، گویا این رو از ابیوز میکرده، اذیتش میکرده، یک جا حالا این رو باز آخرش جسمی داشته است، درست توضیح داده نشد دقیقاً چی، ولی آفه هومز میگفتش که میگفت پای این آدم رو میگرفته میپیچونده و این گفته آقا پا میش این میشکنه ها، این میگفته آقا این میشکنه، بعد که شکست گفته I told you، گفته من بهت گفتم پا میشکنه و تا آخر عمر هم لنگ زد این آدم.
ولی روحیه رواقیش رو حفظ کرد که آقا این شد که شد دیگه، من کارش نمیتونم بکنم، بخشی از طبیعت جهان است، برده هستی، بردگی رو بپذیر. ما اینو نمیدونم به آخر اشاره بکنیم یا نه، چون میخوای الان بگیم ما در مقابله با شر وقتی که قرار میگیریم، از یه طرف خب میخوایم شر رو پس بزنیم دیگه، ما نمیخوایم شر رو بپذیریم، ما در پی خیر هستیم، در پی نیکی هستیم و شر رو نمیتونیم بپذیریم. از سمت دیگه با این نگاه میگیم شر اولا داره به خودش شر میرساند، دومن اصلا میشه نتیجه گیری کرد که هیچ کس نمیتونه به کسی بدی برسونه و این میشه توجیه ستم، این میتونه ما رو به حفظ وضع موجود برسونه و بگیم ما رو دیگه هر کسی در هر موقعیتی هست و یه جا شما اشاره کردی و رد شدی، اگه کسی کارگره و مثلا ساعتی 5 دلار میگیره، خب دیگه تقدیرش اینه دیگه، 5 دلار باید بگیره و منم که مثلا در جای دیگه هستم و حتی توجیهات دیگه میشه، اون کمتر زحمت کشیده، من بیشتر زحمت کشیدم، یه سری اینجور توجیهات و اینا به وجود میاد و در بدترین حالتش تقدیرگرایی میشه، اون تقدیرشون بوده، من تقدیرم این بوده. چطور باید اینو متوجه بکنیم؟ نگاه اینا این بود، حالا تا اونجایی که من میفهممشون، حداقل اورلیوس هم همین رو داره میگه تو کتابش، من حالا به کتابش هم میرسیم، انگار که به گونه‌ای دارن میگن آقا این هارمونی که تو طبیعت وجود داره، هارمونی این نیچر، این نظمی که تو طبیعت وجود داره، شر اخلاقی، یعنی شری که انسان باعثش میشه، نه شر طبیعی که میشه، شر طبیعی که حاصل همون آتش هست اونا هیچ، ولی شر اخلاقی حاصل دور شدن از اون نظم طبیعت، یعنی خشم، ترس، حسد، استراب، اینها، این شر اخلاقی که بعد باعث میشه ما کارهایی بکنیم که درد و رنج ایجاد بکنیم، این حاصل دور شدن از اون نظم طبیعی است، برای همین ما باید به طبیعت برگردیم، همون چیزی که کلبیان هم به گونه دیگری میگفتن. اما نگاه خیلی خوب، نگاه جالبه ولی ساده است دیگه، یعنی ایموشن رو نفهمیده، هیجانات انسان رو نفهمیده، اینا بخشی از ماست، بالاخره خشم، ما انسان بدون خشم نمیتونه زندگی کنه، خشم به هر حال احتیاج داره، به ترس احتیاج داره، به حتی حالا استراب نه، ولی اینها رو حاصل، این هیجانات رو حاصل عدم بالانس میدونستن، گفتن بالانس، وقتی ما از طبیعت دور میشیم دچار اینا میشیم، برای همین باید به طبیعت نزدیک بشیم که دچار شر اخلاقی هم نشیم. خیلی زیباست. فقط بحث اینه که ما یادمون نباید بره که اینا در چه جهانی هم زندگی میکردن دیگه، یعنی در جهانی که داره پاها رو میشکونه یا با یه سری ابزارهای بدوی داره شکنجه میکنه، چون اون موقع هنوز مورفین نبود، کوکائین نبود، یه سری از این داروهای بیهوشی یا آره درد خیلی اعتراف گیرنده و اینا نبود، درد خیلی شدیدی بود. الان تو میتونی مثلا قهرمان فلان چیری که فلان مال گروه مثلا رادیکال جنگل‌های چیاپاسو مثلا بیاری، 3 روز بدی دست یه نیروی اطلاعاتی امنیتی مثلا نمیدونم آمریکا، اسرائیل، ایران یا هر جای دیگه، دو تا سرنگ از یه ماده عجیب بهت بزنن، یه ماده شیمیایی، به آنچه که کردی و نکردی اعتراف میکنی در آرامش. اون موقع نبوده و این مجبور بوده که با این نگاه به شکلی درد و رنج رو دووم بیاره و توجیه بکنه، یعنی قابل فهمم هست. از سمت دیگه ما هم اینو میفهمیم، ما یه انسان در این قرونه که درگیر تکنولوژی هستیم، همچنان داریم مدام اشاره میکنیم که بله واقعا ما ناگزیریم به طبیعت برگردیم. از این منظر آره، یعنی مدلی که زنو میگفت که آقا زندگی بر اساس طبیعت، یعنی زندگی فضیلت خواهانه، برای اینکه ما میدونیم طبیعت، یعنی که بعد وقتی بفهمیم فضیلت دقیقاً چیست، اون چیزیست که جهان داره کار میکنه، بعد خود به خود به یک مدلی از وظیفه گرایی یا دیانتولوژیکال مورالیتی میرسیم. ولی نگاه اینها تا حدی من فکر میکنم بعداً یعنی چون اینها وقتی میگفتن طبیعت دارن به گاد اشاره میکنن، به خدا اشاره میکنن، اینو بعد یعنی به یک نوعی دارن به خدا، یک مدلی از خداست، طبیعت و خدا تقریبا یکیه براشون، لوگوس است. خب بعد حالا ما میبینیم که آقا تو اخلاق مسیحی تو وقتی به خدا نزدیک میشی دیگه از شر دور میشی، که اوگاستین میاد میگه آقا آنجایی که خدا هست شر نیست، شر غیبت خداست. این خیلی مهمه، یعنی وقتی از خدا دور میشی، از طبیعت در حقیقت دور میشی، شر ایجاد میشی. دقیقا بعد قابل فهم میشه اونجایی که اینها ستم اون 300 سال اول رو مسیحی ها، چون از یاد نباید ببریم که تو پیش از ایمان آوردن در واقع امپراتوری روم، هنوز خدا اون اندازه قدرت نداشت که آدم ها رو نجات بده و اینها به شدت تحت ستم بودن و به این ترتیب با استفاده از یه سری از
در واقع نزدیکی ها به فلسفه یونانی هم خصوصا بخش رواقی، اینها میتونستن ستان رو فلسفی هم توجیه بکنن که ما میبینیم که اینو بارها در مکاتب متفاوت مسیحی به عنوان خطر هم اعلام میکنن که آه به سمت فکر نرید، به سمت فلسفه نرید، خطرساز میتونه باشه. چرا تو داره تو با زبان عقل یا با منطق عقلی میخوای بفهمی، با یه سری نکات دیگه میخوای بفهمی که دیگه ایمانی نیست. دستور که این رواقی گری در واقع به تو داره این قدرت رو میده که چطور درد رو، رنج رو در واقع بتونی تاب بیاری. ما بعد از اپیکتتوس به اورلیوس میرسیم، مارکوس اورلیوس موجود عجیب بود، خیلی آره آدم عجیب بود، در قدرت خیلی سعی کرد که فضیلت ها رو حفظ بکنه. خیلی جالبه که میگن مجسمه هایی هم که ازش هست یک قیافه غمناک، غمگین، آزرده خاطری داره، انگار چون تو جهان سختی زندگی میکرد. روم شرایط اقتصادی بدی داشت، حمله از طرف شمال و جنوب همینطور بهش حمله میشد، خیلی جنگ های گسترد، خیلی وقتا آنچه که نوشته، یعنی این کتاب، کتاب تأملات ترجمه آقای عرفان ثابتی هم، مثلا این نگاه انداختن ترجمه خیلی خوبی هم هست. خب من به انگلیسی این کتاب رو خیلی قدیم خوندم، کتاب جذاب، نسخه انگلیسیش هم داریم اینجا، کتاب جذابی است، کتاب تأملات و مدیتیشن است به انگلیسی، یا نه مدیتیشن نیست به انگلیسی، چی داشته شده مدیتیشن؟ نه آره شاید آره، من یه لحظه با مدیتیشن دکارت دارم اشتباه. نه حالا به طور کل معلومه که نوشته های یک آدمی است که این آدم هر بار یک جاست، یعنی یکی بخشش تو سفر بوده، یک بخشش تو جنگ بوده، اصلا انتشار نبوده. آره داشته آنچه که فکر می‌کرده باید انجام بده، آنچه به ذهنش میاد می‌نوشته. یه چیز جالبی من توش دیدم، خیلی باورزه بود، اینکه آقا اگر یک کسی اومد به تو گفت که فلانی، من حالا راستش اگر بهت بگم اینجوریه، یا الان میخوام صمیمانه بهت حقیقت طلبانه الان دیگه بهت مثلا دارم، بعضی هستن میام آدم میگن آقا یه دقیقه بیا کنار، من میخوام یه موضوعی رو واقعا راست و حسینی بهت بگم، میگفت کسی که اینطوری با حرف میزنه بهش اتفاقا نباید اعتماد کنی، چون این داره به تو میگه آقا جاهای دیگه دارم دروغ میگم، اینجا دارم به راست میگم. یعنی داره اعتراف میکنه که آقا من اصولا راست نمیگم مگر الان توی موقعیت. ولی خیلی نکته ظریفیه. نه جالبه. حالا تو به این کتاب که اشاره کردی، در واقع ما از سنکا هم در واقع یه دونه کتاب، البته چند تا کتاب هست، ولی یه کتابش که من اینجا داشتم انگلیسیه، اون On the Shortness of Life، در واقع اون هم خطاب به یکی از این سرداران و فرماندهان یا استانداران در واقع رومیه، که اون مثل اینکه شکایت از کوتاهی زندگی میکنه و این با این عنوان شروع میکنه که برادر زندگی کوتاه نیست، زندگی یک در واقع در کیفیت شکل میگیره، زندگی کوتاه نیست، این ما هستیم که کوتاهش میکنیم با هدر دادن زمان و به وقت گذرانی و به چیزهای نامربوط پرداختن. که خب اینجا ما در مارکوس اورلیوس میبینیم که یه سری بسیار مثلا کتاب مفیدیه از یه جدی، یه سری توصیه میکنه که توصیه ساده است ولی برای کسی به نظرم برای شروع فلسفه خوندن اتفاقا جزء من، یعنی کتابی که آدم میتونه باهاش با فلسفه خوندن و با این کتاب شروع کنه حتی. جالبه. یه چیز دیگه هم که حالا قبل از اینکه بریم سراغ اپیستمولوژیشون بگم، این داستان انتقال روح و انتقال اون خرد لوگوس از مرد به بچه، در میگفتن در اسپرم، در اسپرم مرد یا سیمن در حقیقت، از مرد از پدر منتقل میشه، این روحه داره منتقل میشه از یک کسی به نسل بعد، به نسل انتقال اطلاعات بگو. حالا اگر یک آدمی فرگشتی باشه میگه خب بله دیگه، پدر داره دی ان ای خودش رو انتقال میده دیگه، داره اطلاعات انتقال میده در حقیقت، ولی تنجنسیت به مادره. آره خب آخه مادر هم داره اطلاعات میده، فرق نمیکنه، یک رشته، دو تا رشته است دیگه، یه رشته رو پدر میاره، یه رشته رو مادر میاره، کنار هم جفت میشن دیگه. خب پس در حقیقت هر دو وجود دارن، پیش از این سهم پدر فقط این کردن پدر داره، اونا ذهنیتشون اشتباهه، حرف ذهنیت ارسطویی، ارسطو اون نقطه اشاره میکنم که مثلا بچه وقتی که دختر میشد ایکس و وای، آره نه پیش از اینکه ما این داستان اکس و وای رو بدونیم، تصور بر این بود که انگار مادره مقصره، مثلا نه در حالی که با پدر یاره. حالا در هر صورت میتونه اسپرم اکس داشته باشه یا وای، اگر وای بخوره مادر فقط اکس میتونه داشته باشه. ما در وقتی در انتهای قضیه هم هستیم، ما وقتی در مورد رواقیون صحبت بکنیم، مهمترین مسئله بحث
اخلاق هست. اما با این حال اپیستمولوژی و درکی که اینها هم داشتن در رابطه با بحث شناخت هم مهم هست. اینم به عنوان پایه‌مدنی ما داشته باشیم. و یک چیزی که ما در مورد نظم طبیعت حرف زدیم، این خیلی جالبه، این بعدن اومده توی دکارت و لاک و همه اینا تاثیرگذار بوده. اینها میگن که آقا یک نظمی تو طبیعت وجود داره و این طبیعت مدلی که داره کار میکنه یک تأثیری میذاره. رو چی تأثیر میذاره؟ روی یک خشت خامی که مغز ماست، این تبیلا راسایی که یا این تخته سیاه خالی که جان لاک ازش حرف میزنه، در حقیقت نگاه رواقیه. مثل این میمونه که آقا این خودکار رو وقتی من گذاشتم این رو، یک ایمپرشن اتفاق افتاد، یه نقطه این رو گذاشتم، یک تأثیری رو این گذاشتم رو این صفحه سفید، یا اگر یک اشاره‌ای بهش کردم، فرو رفتگی توش ایجاد کردم، یک تأثیری گذاشتم. حالا طبیعت که بر اساس اون خرده کار داره میکنه، این خیلی نکته مهمیه، بر اساس خرد داره جلو میره، بر اساس اون لوگوس داره جلو میره، حالا یه جاهایی میاد همون طوری که لوگوس داره کار میکنه رو ذهن ما ایمپرشن میذاره، روی اون تخته خالی ذهن ما تأثیر میذاره. خب این یه فرقی داره با افلاطون. افلاطون میگفت چی؟ افلاطون میگفت آقا ایده ها رو از قبل داریم، یه ایده های عالم مثالی اونجاست، از قبل وجود داره. خب افلاطون اینو داره میگه. ارسطو چی داره میگه؟ ارسطو داره میگه آقا ما یه سری توانایی داریم، یه سری چیز بالقوه داریم، یه سری ارسطو خیلی به نظرم نگاهش ابزارها در ما. آره، مثل کامپیوتری که یه ویندوزی روش ریخته شده، به هر حال یه همچین چیزی داریم. این داره میگه چی؟ میگه نقای ذهن پاکی داریم که طبیعت میاد روش تاثیر میذاره، لوگوس میاد روی ذهن ما تاثیر میذاره. در حقیقت باید بهش گفت representational theory of knowledge، یعنی represent میکنه، یعنی نمایش دادن، یک چیزی رو گرفتن و اینطوری نشان دادن. میگه این ذهن ما نشان داره میده طبیعت رو، لوگوس رو، اون خرد رو. در حقیقت همون نگاه مسیحی که میگه روح ما نشانی از روح خداوند است. شاید بازنمایی هم جذاب باشه. آره، بازنمایی. پرزنتیشن رو در مقابل ریپرزنتیشن اگه بذاریم. آره. پس بعد میگم یه ذهن اینجاست. خب یک چیزی روش تاثیر میذاره که outside force، یعنی نیروهای بیرونی است، اون لوگوسیه که بیرون هست، یه اتفاقاتی تو ذهن ما، تجربیاتی که ما از جهان داریم، اونجوری که جهان، بعد این تبدیل میشه به چی؟ میاد جلو تبدیل میشه به ایمپرشن ها، یعنی اون تاثیراتی که ما گرفتیم. و این ایمپرشن ها به ما چی میدن؟ ایده ها رو به ما میدن، یعنی ما صاحب شخصیت میشیم، صاحب احساسات میشیم، صاحب خاطره ها میشیم، تبدیل میشیم به هر آنچه که هستیم. و این سیستم پیچیده که داره ازش صحبت میکنه، بعداً به شدت تاثیر گذاشته رو فلسفه غرب، یعنی روی فیلسوفای، یعنی از دکارت بگیریم تا لاک تا همشون، یعنی این نگاهی که تو قرن 17 هم اساس خردشناسی. خب تفاوت جدیه این نگاه با نگاه افلاطونی دیگه. در واقع این نگاه با پذیرش ادراک داره. اون نگاه پیشینیه، اپرایورایه، که همه چیز اونجا هست، یک حقایقی اونجاست که آهی وقتا ما یادمون میاد، اینا یادمون رفته اصلا اون حقایق. خیلی فرق میکنه اون مطلق، اون عالم مطلق افلاطونی اصلا دیگه خیلی خیلی فرق. بعد وقتی که آروم آروم به دوره مارکوس اورلیوس هم نزدیک میشیم، ما اونجا با یک معرفت هم معرفت یقینی داریم و هم معرفت محتمل. یعنی در مورد یه سری چیزها رو میتونیم تا یک جایی در واقع مطمئن باشیم، دقیقاً تا یک جایی بفهمیم. به حال این تئوری استاندارد خرد یا standard theory of knowledge که تو قرن 17 به بعد ساخته شده، کاملا بر اساس این نگاهه. یا ما یه ذهن پاکی داریم، تأثیر از جهان شروع میکنیم به گرفتن، روانشناسی هم از دل همین در اومده، روانشناسی مدرن هم از همین در اومده. تو اپیکوریان هم بهش اشاره کرده بودیم تا جایی که یادمه. آره که قرار بود در واقع ما تو بحث اپیکوریا قرار بود که دقیقاً به همین نقطه برسیم و بفهمیم که چجوری تجربه گرایان و حس گرایانی که بعدها ما در فلسفه جدیدتر در واقع داریم، اینها تحت تاثیر رواقی بوده. و نگاه دینی که میگه فطرت هست، میگه با فطرتی به دنیا اومدی، اون نگاه خیلی افلاطونی تره. من به مدل ارسطویی خیلی بیشتر نزدیکم، که درسته که ما تأثیر میگیریم از جهان، اما یک predisposition هایی داریم، به یک مدلی ذهن ما به هر حال پروگرام شده، یه ویندوزی داریم، یه برنامه خاصی میشه روش ریخت، هر چیزی روش نمیشه بریزی، یه بالفعل هایی داریم. خب الان به بحث آخو بیولوژیه دیگه. آره. الان دیگه ما بحث بیولوژی، بحث ژنتیک و اینها رو داریم که اونها اون موقع به این مسئله دسترسی
در واقع نداشتن و جلوی خیلی از اطلاعات رو میگرفته، حدس ها رو میگرفته. در حال ما یه سری هیجانات داریم، چه هر کاریش بکنیم بچه انسانی با یه سری غرایز به دنیا به هر حال میاد. اونها میشه اون چیزای اولیه که ارسطو ازش حرف میزنه به نظرم. یعنی یه سری اطلاعات به هر حال به صورت ژنتیکی انگار نورونای ما یک جوری به هم کانکت شده. منتها خب اینا که اینا رو نمیدونستن، ولی به هر حال اندیشه درخشان بوده. ولی به جایی که میرسه که خیلی جالبه، یک نوع از شکاکیتی میرسه که تو دکارت به اوج خودش رسیده. وقتی میرسیم به دکارت که میگه آقا اگر من همه آنچه که از جهان دارم یه سری ایده است، ایده ها از کجا اومد؟ ایده ها از ایمپرشن ها اومد، از تاثیراتی اومد که من از ادراکات حسیم گرفتم، درسته؟ اون تأثیرات از کجا اومد؟ اون تأثیرات هم که از جهان بیرون اومد، درسته؟ ذهن منم که خالی بود، جهان بیرون رو که من تو ذهنم ندارم، درسته؟ من این لیوان رو که در ذهنم ندارم، من یک تصویر از این لیوان رو تو ذهنم دارم. حالا که به اینجا رسیدم، اون وقت از کجا بدونم مثلا این واقعا هست؟ من یه تصویر ازش دارم. بعد شروع میکنه شک کردن به جهان. من اصلا از کجا بدونم در واقع اون تصویر واقعیه؟ هر تصویری واقعی از آره از نه واقعی بودنش میگه اصلا از کجا بدونم هست؟ از کجا بدونم دیگران هستن؟ از کجا بدونم مثلا خدا هست؟ چون همش که یه سری تصویره، همش یه سری ایمپرشنه. من یه سری تصویر کل یونیورس یه سری تصویر تو کله من. پس چطور میتونم بهش اعتماد کنم؟ و خیلی سوال جدی. خیلی. در هر صورت بسیار عالی. ما فکر میکنم که کفایت میکنیم بحث در مورد رواقیون. اون کسانی که علاقمند جدیتری هستند و بخوان تخصصی تر با مسئله برخورد بکنن، بسیار من فکر می‌کنم حتی در فارسی هم ما تأثیرات رواقیون رو میتونیم در ملا صدرا پیگیری بکنیم. حتی من میدونم که در ادبیات ما بسیار تأثیر گذاشته، نشمه‌هایی در واقع از فلسفه رواقیگری از اساس در حکمت اسلامی، در مسیحیون، نزد اسلام. و همچنین بسیار من پیشنهاد میکنم تاریخ روم. نه. تاریخ روم رو عزیزان عنایت بهش داشته باشن، جدای از این که خب شیرین جذاب فهمش، برای فهم جهان فلاسفه یونان و رومی ها مهمه. همچنین خب بعد رابطه بحث مسیحیت که پیش میاد، مسیحیت در جهان رومی داره اتفاق میفته، اینا به نظر من جذاب کمک میتونه بکنه. شما ما یه زمان صحبت کردیم که قرار بر این باید باشه که ما یه سری از منابعی که در واقع استفاده میکنیم ازش رو با بچه ها در میان بذاریم. این قول ما باید بدیم، لیست این کتاب ها رو در واقع مینویسیم. طبیعتا تا الان دیگه فهمیدید که ما تاریخ فلسفه برتراند راسل، یکیش اینه. من بیشتر وقتی داریم تاریخ فلسفه یونان رو در موردش حرف میزنیم، بیشتر من سراغ کاپلسون میرم، ولی شاید بچه‌ها نخواهن سراغ کاپلسون برن. کاپلسون یه مقدار یکم پیچیده تره، ولی خب برتراند راسل زبان شیرینی داره، زبان ساده و با طنز و یه سری. و در این دوران یونانی رو ویلدورانت هم توی یکی از مشکلش اینه که به پیش از سقراطی ها یه سری جاها رو اشاره نکرده و پریده و زبان ترجمهش هم خدایا کی ترجمه کرده. ولی خب خیلی خیلی با جزئیات دیگه، طولانیه واقعا، خیلی طولانیه. آره در هر صورت آره دیگه. ولی با فلسفه، با تاریخ فلسفه مثل رمان که نباید برخورد کرد. شما میتونی بری همون بخشو بخونی و بری بعد زمانی که لازم شد برگردی. یه کتابی هست آنتونی کنی نوشته، تاریخ فلسفه، جلد 4 جلده. من کتابو جدیداً نگاه کردم، جلد یکش به اختصار همه اینها رو اول گفته و بعد رفته سراغ جدی سراغ سیستم ارسطویی، مابعد طبیعی ارسطو رو توضیح داده، اخلاق ارسطو رو توضیح داده، سیاستش رو، منطقش رو. ولی این چند فصل اولش این مکاتب رو خورده 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 توضیح داده و ترجمه هم جدیدن شده. که تاریخ فلسفه آنتونی کنی توی ایران ترجمه شده. در هر صورت مسئله اینه که شما با تاریخ فلسفه فیلسوف نمیشی، فلسفه دان نمیشی، شما تاریخ فلسفه رو در واقع در نهایت میدونی، سیر فکر آدمی رو میدونی. اگه بخوای جدی در رابطه با مکاتب فلسفی بیاموزی و خودت رو درگیر بکنی، اون موقع مجبور هستی، چون بس فلسفه مدرن هست. اون موقع میخوای هگل بخونی، بعد میبینی که مثلا تو پدیدارشناسی روح هگل داره بازگشت میکنه به رواقیون، اونجا داره به یه سری اشاره میکنه. یا وقتی که هایدگر میخوای بخونی، میبینی داره مدام داره از پارمنیدس در اون برمیگردن، از اونجا هم خودش و افق دو افق میدونه دیگه. من نمیخوام ورود بکنم، ولی این چیزایی که در واقع میگیم بی اهمیت نیست. سوال‌ها رو حداقل ایجاد میکنه، سوال‌ها رو برای ما ایجاد میکنه که ببینیم مثلا سوال‌هایی که مطرحه و باید بهش فکر کرد چیست. در هر صورت خسته نباشید، امیدوارم لذت برده باشید و روز و شبی زیبا داشته باشید و سلامت باشید. مخلصم.